متاسفانه فعلا دنیا در فکر فراموش کردن افغانستان است و در فکر فراموش کردن ما مردم هست. کسی در پروای ما نیست، در فکر ما نیست، در شرط ما نیست. به خاطر ما چی میکنیم؟ فقط یکانه راهش مقاومت کردن است. به هر طریق ممکن باید هم گروه هایی که فعلا به خاطر برزد طالب می جنگن اینا رو تقویت بکنین، اینا رو تخریب نکنین، حدی اقل اگر تشویق نمی کنین تخریبشان نکنین که اینا با چه مثلا خون جگر اینا میرن در کوپای ها بلند میشن میچنن در مقابل طالب در این سر هوای سر. حداقل که کار کرده که میتونه میمی است که اگر از لحاظ مالی میتونه تشویقشان بکنه، خوب از لحاظ تبلیغاتی، از لحاظ قلبی روحی اینا رو حمایت بکنه. و در هر جبهه اگر در قلم هستین، در بخش کارهای خیریه هست، هر کسی هست میتونه در حد خودش یک کار بکنه در مقابل طالب و در معرفی کردن پدیده طالب به دنیا و چرخاندن این فضای حمایت از طالب بر ضد طالب. این بسیار مهم است که در هر جایی که هستین، حتی اگر در حد یک سطح یک دانشگاه هم هستین، در سطح یک مکتب یا مدرسه هم هستین، اونجا کوشش بکنین که رویه ها را ضد طالب باید همیشه بمانه، نه اینکه ما از درون شکست رو بپذیریم بگیم خب طالب مان دیگه، ما هیچ رای حل نداریم با جز این که همین واقعیت رو بپذیریم. در رابطه با ما امیدوار هستم که این بحثایی در رابطه با سرنوشت کشور است ادامه پیدا بکنن، نهادهای دیگری به وجود بیاد، انجمنهای دیگری به وجود بیاد، این طرحها ادامه پیدا بکنن. فقط آرزوی من است که در آینده روی معارف تاکید بیشتر صورت بگیره، سواد بلند بره و سواد بلند بره و اشتراک مردم بیشتر میشه. و فقط نگرانی می است که از سیاست نخبه ها همه چیز در انحصار سیاست نخبه ها مونده و این فقط در حدود 500-600 شخصیتی است از افغانستان که همیشه در این نشست ها حضور پیدا می کنند، تصمیم می گیرند، بحث می کنند و اینا نماینده واقعی مردم افغانستان متاسفانه نیستن. و به هر حالش من امیدوار هستم که از این حلقه 500-500 هزار شود، حداقل 1,000,000 شوه که اینا تصمیم میگیرن در رابطه با سرنوشت مملکت. و امیدواری هست، جای امیدواری هست. بچه های هموطن ما مثلا در جاهای مختلف حضور دارن، تحقیق میکنن، پژوهش میکنن، مینویسن. فقط خوشبین باشیم، امیدوار باشیم. من فکر میکنم که در بدترین روزهایی که در سال مختلف ما در افغانستان زندگی کردیم، یگانه چیزی که هرگز در قلب ما نمرده، در روز ما هم نمرد، امیدواری به سرنوشت بهتر و آینده بهتر است. فقط در این روزگار تاریک و تلخ و تند که مردم ما شما همه روزه دست پنجه نرم میکنن، یکانه چیزی را که باید داشته باشن امید به آینده روشن، امید به آینده بهتر. اگر چی میگن، چراغ ظلم ظالم تا شب محشر نمیسوزد، اگر سوزد شبی سوزد شب دیگر نمیسوزد. با این طرز دید پیش بریم و تصور بکنیم که ظلم طالب تا همیشه تا قیامت ادامه پیدا نمیکنه. این حامیایشون هم یک روزی ازشون خسته میشه. این امیر آمریکا که امروز حمایتش میکنه شاید فردا نتونه دیگه حمایتش بکنه، شاید جنگ دیگر جای دیگر تشویق شود که در اون صورت نیاز به طالب نباشه، بعد شاید ترک بکنن طالب ها رو و در اون صورت باز ما راحت تر میتونیم که مشکل حل بکنیم. اما یک دوست آمریکایی در کنفرانس هرات گفتن که حداقل کاری که آمریکایی ها کرده میتونن این است که بگذارن طالب ها سقوط بکنن، چون فعلا نمیگذارن طالب ها سقوط بکنن. پس فقط منتظر روزی باشیم که این قدرت های بزرگ دنیا انسانیت را محور قرار بدن و به صدای درد مردم افغانستان گوش بدن، به صدای زنها و به صدای مردم مظلوم گوش بدن. فقط امیدوار به اون روز باشیم.